ببینید جناب چالنگی، اجازه بدید من اول یک نکته بسیار به نظر من مهم هست در رابطه با شهرستان ها این نکته رو خدمتتون بگم، چون در طول هفته بسیاری از هموطنان آذربایجانی من، ترک زبان من، برای من ایمیل زدن و خواستار آن شدن به این موضوع در اینجا بپردازم و این مسئله خیلی اساسیه. دوستان من میگفتن و کسانی که سوال داشتن به دلیل اون به اصطلاح فیلمی که از آقای خاتمی نشون دادن در جریان انتخابات این آقایون، که آقای خاتمی آنکدوتی گفت احتمالاً با لهجه گرفتن، اومدن در آذربایجان این موج رو پراکنده کردن که آقا اصلاح طلبان ضد ترکان، ضد آذریان، اصلا به ما چه این دعوای رفسنجانی با خامنه ای، ما چرا خودمون رو دخالت بدیم. در کنار این یک موج از اون تجزیه طلبان، کسانی که میگویند آذربایجان با اون عظمتش آذری هایی که 27 میلیون جمعیتن برن زیر پرچم الهام علیوف 6 میلیونی، این عده اومدن تو خونه های مردم شروع کردن از صبح اعلامیه پخش کردن و شگفت دار رژیمی که بزرگ داشت بابک خرمدین رو تحمل نمی کرد و مردم رو می گرفت، می زد، می بس، می برد، حتی بزرگ داشت ستارخان و باقرخان رو تحمل نمی کرد و حتی شیخ محمد خیابانی که دایی مادر آقای خامنه ایست، این رژیم تشویق میکنه این اصلا چشمشو میبنده که این اعلامی ها رو تو خونه مردم بریزن. ما آذربایجانی ها اصلا با ایرانی ها چیکار داریم؟ ما باید بریم اون طرف. این اقلیت کوچک فضای ارعابی در تبریز و بعضی از شهرها ایجاد کردن، چون با رژیم هم همکاری میکنن، بنابراین مردم رو دچار وحشت کردن. اما مردم آذربایجان، مردمی که اگر ما امروز نفس میکشیم از صدقه اون فداکاری ها و بزرگ بودن آنهاست، این مردم در 18 تیر نشون دادن فریب این بازی ها رو نمیخورن و به گمان من فردا نیز چنین خواهند کرد. و حتی در انتخابات اون 1.5 میلیون رأیی که تو تبریز با آقای موسوی دادن، تبریز و اطرافش، نشان دهنده این بود که فریب این بازی های رژیم رو نمیخورن.